الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما بررسی تاریخ امیر المؤمنین از خلافت تا شهادت انشاءالله به حول و قوه الهی امروز و فردا. اما من یک مقدمه ای رو در آغاز لازم می دانم خدمت عزیزان و سرولان، برادران و خواهران عرض کنم. این مقدمه خیال می کنم خالی از فایده نباشه. امیرالمؤمنین کیست و راجع به چه کسی ما می خواهیم صحبت کنیم، وقت بگذاریم؟ چه شخصیتی است؟ خیلی کوتاه راجع به امیرالمؤمنین شخصیت شناسی کنیم و بعد وارد این که از خلافت تا شهادت چه رخ داده به اون بپردازیم. معمولا شخصیت انسانها رو چیزهای گوناگونی رقم میزنه. ممکن است یک کسی به خاطر نسبش مشهور بشه، فلانی آقازاده است، پسر یک بزرگواری است، همین باعث میشه شخصیت پیدا میکنه، همین انتساب، گاهی این باعث میشه. گاهی شخصیت انسان رو علم انسان رقم میزن. بو علی سینا رو به عنوان یک عالم دانشمند، ارسطو رو به عنوان یک عالم دانشمند، افلاطون رو همینطور. دانشمندان عرض می شود عصر خودمون رو در این به اصطلاح بعد از رنسانس، بعد از انقلاب صنعتی که در اروپا اتفاق افتاد، مثل ادیسون، دیگران، اینها رو علمشون باعث شده که مطرح شدن. علمم از نظر اسلام یک ارزش، این شکی درش نیست. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. گاهی هنر انسان رو مطرح میکنه و از انسان یک شخصیت میسازه. حالا این هنر در قالب هنرهای تجسمی باشه. الان بعضی از تابلوها هست تو کشور ما، از دوران قاجار هست، صاحب این تابلوها مشهورن. ما نسب اونها رو نمیشناسیم اما اسم اونها مشهوره به خاطر تابلوهاشون. یا یک نویسندهی در فن نویسندگی خیلی تواناست، مثل شکسپیر که یکی از نویسندگان غرب به عنوان نویسنده مطرح است. یک شخصیتی به عنوان اینکه یک مبتکر، یک کاشف، یک صنعتگر مطرح است. امروز یک کسی در میدان ورزش شخصیتش به خاطر اینکه خوب تو بحث ورزش مثل فوتبال خوب گل میزنه مطرح میشه، خوب بازی میکنه مطرح میشه، شخصیت پیدا میکنه. و نمونه های دیگری هم میشه ذکر کرد. فرض کنید که شاهنامه محورش رستمه. رستم یک مرد شجاعی بوده که مطرح بوده در گذشته. حالا نه اونطور، شاید یکی از بیت های شاهنامه این باشه که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش
رستم داستان. اما به هر حال یک شجاعی بوده، شجاعت او باعث شد که شخصیت پیدا کرد. گاهی یک صفت پسندیده از یک کسی باعث میشه شخصیت او رو ماندگار میکنه، مثل جود. حاتم شخصیتش رو جودش ساخت، شخصیت اخلاقی است. ما بیش از این مقدار نوعا مردم اطلاعاتشون بیش از این مقدار نیست، میخوان مثال بزنن، میگن فلانی جودش مثل حاتم میمونه، حاتم بخشی میکنه مثلا. گاهی شخصیت انسان رو ثروت ممکنه رقم بزند، ثروت هم شخصیت سازه. قرآن از شخصیت‌های ثروتی نام می‌بره، آخر سوره مبارکه قصص، ان قارون کان من قوم موسی و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. اون ثروت باعث شد از قارون یک شخصیتی رو ساخت. همش سراغ مثبتات نریم، سراغ منفیات هم بریم. ممکنه یک کسی به خاطر اعمال زشتی که انجام داده مطرح بشه تو جامعه، به خاطر اعمال زشت، مثل ابو جهل. بلاغر ابو جهل رو میشناسن خیلی ها، مثل حجاج ابن یوسف ثقفی، به عنوان یک انسان ظالم، ستمگر، متجاوز، سفاک، عجاج رو میشناسه. اینها و ده‌ها چیزهای دیگر، اینها چیزی است که شخصیت ساز افراد رو مطرح میکنه تو جامعه، یا شخصیت مثبت یا شخصیت منفی، تفاوت نمیکنه. بیایم در حوزه دین، این مقدمه بود. ببینیم در حوزه دین چه چیزهایی است که شخصیت الهی و شخصیت خدایی انسان رو می‌سازه. چیه که شخصیت سازه؟ اول ایمان. ایمان شخصیت ساز. حتما این آیه مبارکه رو در سوره توبه ملاحظه کردید، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر. سقایت حاج یک امتیازی بوده برای برخی، ساختمان مسجد الحرام یک عنوانی بوده برای کسانی که صدانت بیت رو داشتن. اما خدای متعال می فرماید اجعلتم سقایت الحاج، آب دادن به حاجی ها و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر. این مثل کسی است که ایمان به خدا روز قیامت داره. ایمان یک ارزشه، انسان رو ارزشی میکنه ایمان. ایمانی که نشأت گرفته از معرفت باشه. ایمان های سوری رو قرآن بهش بها نمیده. اینایی که اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ایمانی که پشتوانه اون ایمان معرفت باشه. حالا همینجا یکی از اشکالاتی که به امیرالمومنین شده، میگن امیرالمومنین درست اول مؤمنه، لکن بچه بوده، 10 ساله بوده ایمان آورده. شما ایمان یه بچه 10 ساله رو چطور میایید میگوید او اول الناس ایمانن هست، مقایسه میکنید با دیگران؟ اتفاقا بچه 10 ساله بچه ایست که خیلی میفهمه، خوب میفهمه. بله اگر یک کودک مثلا از در ظاهر رو عرض میکنم، یک کودک 3-4 ساله بود میگفتن خب حالا، اما یک
جوان 10 ساله، نوجوان 10 ساله خوب میفهمه. اتفاقا این که ایشون در اون سن ایمان میاره، این نشانه درک و نشانه خرد و نشانه بزرگی اوست که بلا فاصله پیغمبر رو میپذیره. لذا عامه منصفهای اونها به صحابه میگویند معمولا رضی الله عنه، اما به امیرالمومنین که میرسن منصفهاشون نمیگن رضی الله عنه، میگن کرم الله وجهه. کرم الله وجهه سرش اینه، رضی الله عنه دعاست، خدا ازش بگذره، خدا ازش خوشنود بشه. اما کرم الله وجهه یعنی وجه او رو خدا کریم بکنه. میگن چون علی لم یعبد صنما قط، علی هرگز بت نپرستید، لم یعبد صنما قط، لذا وقتی نام امیرالمومنین رو میبرن میگوین کرم الله وجهه، خدا وجه او رو کریم کنه، وجه او رو گرامی کنه. نمیگن خدا ازش راضی بشه، چون لم یعبد صنما قط. این دعا با اون دعا خیلی فرق میکنه. پس یکی از امور ارزشی در حوزه دین ایمان مبتنی بر معرفت. قرآن مجید خیلی روی این مسئله عنایت داره. من نمیخوام بحث قرآنی بکنم، اما خوب این نکات رو عزیزان توجه کنن. این آیات آخر سوره مبارکه اسراء یا بنی اسرائیل، غلط بعضی ها میخونن اسراء، اسراء مستره، اسراء یعنی سیر دادن، به اعتباری که در اول سوره سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من، اسرا فعل ماضیه، اما اسرا مصدر باب افعاله. علی ای حال خدای متعال در آخر این سوره، اواخر سوره است، میفرماید قل آمنو بهی او لا تؤمنو، شما ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید. ان الذین اوتوا العلم، کسانی که اهل دانشن، اهل علمن، وقتی آیات قرآن بر اونها خوانده می شود، آیات قرآن بر اهل علم، بر اهل دانش خوانده می شود، اینها یخرون للاذقان سجدا و یبکون و یزیدهم خشوعا، می افتن رو زمین سجده می کنن، عشق می ریزن. این ایمان مبتنی بر معرفت. یا باز در سوره مبارکه مائده می‌فرماید که پیامبر، تو بر برخی از اهل کتاب وقتی قرآن رو تلاوت می‌کنی، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، می‌بینی اشکشون جاری میشه به خاطر اون معرفتی که داره. پس ایمان یک ارزشه، ارزشی که مبتنی بر معرفت و شناخت باشه. در حوزه دین یکی از چیزهایی که به عنوان ارزش مطرحه سابقه است. سابقه به عنوان ارزش مطرحه. شما خواهید سوال کرد که کجا، به چه دلیل سابقه به عنوان یه ارزش مطرحه. قرآن مجید میفرماید لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من قبل و من بعد و قاتلوا و کلا وعد الله الحسن. اون کسانی که قبل از فتح مکه، قبل از فتح مکه اینها انفاق کردند، با کسانی که بعد از فتح مکه انفاق کردن، اینا یکسان نیستن. اگرچه همه اینها رو ما وعده نیک میدیم، اما اینا یکسان نیستن.
سابقه یک ارزش در اسلام و سابقون از سابقون اولائکل مقربون، سبقت در دین، سبقت در کارهای خیر، این یک ارزش. یکی دیگر از چیزهایی که در اسلام ارزشه تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یکی از چیزهای دیگری که ارزشه در حوزه دین علم. آیهشو خوندیم، قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا این آیه شریفه که خدای متعال میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. باز هم هست در حوزه دین چیزهایی که ارزش محسوب میشه و پیشگامان در اون مقدم بر دیگران هستند. جهاد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. پس خلاصه این شد فشرده، چون میخوایم از مقدمه خارج بشیم وارد ذیل مقدمه بشیم. در حوزه دین چیزهایی که انسان را ارزشی میکنه معرفت است، ایمان است، تقوا است، علم است، جهاد است. اینها انسان رو میکنه یک انسان ارزشی. آیاتش هم تلاوت شد، ملاحظه کرد. حالا بیایم یک مقایسه بکنیم. اگر در یک کسی همه این مسائل جمع شد میشه یه انسان ایدئال. همه این امور ارزشی اگر در یک کسی جمع شد میشه اون انسان ایدئال از نظر دینی. برخی از این امور ارزشی اگر جمع شد، یک کسی آدم مؤمنیه اما تو جهاد خیلی ترسوست، خیلی ترسوست. این حسان ابن ثابت انصاری رو حتما شنیده اید، اسمش رو، از شعرای 60 سال عصر جاهلیت و 60 سال هم در اسلام، 120 سال عمر کرده حسان ابن ثابت. 60 سال در عصر جاهلیت، 60 سال هم در اسلام، از انصار مدینه است. شاعر بسیار توانایی است، بسیار تواناست، اما بسیار آدم ترسوی. در جنگ احزاب پیغمبر خدا ایشون زنها رو پیغمبر خدا در یک قلعه قرار داد، چون احزاب آمده بودن مدینه رو محاصره کرده بودن دیگه، قرارشون این بود که مدینه رو با خاک یکسان کنن. زنها رو در یک جای داده بود. ایشون به پیغمبر گفت یا رسول الله منو بفرست پیش زنها، منو بفرست پیش زنها. پیغمبر فرمود برو اونجا پیش زنها باش. میترسید. در جنگ احزاب صفیه عمه رسول خدا تو همین قلعه بود، نگاه کردید یک یهودی های بنی قریظه پیمان شکسته بودن با قریش، اونا همدست شده بودن تو جنگ احزاب. یهودی دنبال راه داره میگرده بیاد در قلعه رو پیدا کنه، از یه جایی بیاد بالا و خلاصه متعرض زنها بشه. به حسان ابن ثابت گفت که برو این یهودی رو بکش. گفت من میترسم. گو حالا که نمیری پس شمشیر تو به من بده. صفیه شمشیرش رو گرفت و آمد اون با اون یهودی درگیر شد، عمه پیغمبر، و اون یهودی رو کشت. آمد بالا به حسان ابن ثابت گفت من یهودی رو کشتم، تو برو سلبش کن، یعنی زرهش و خودش رو، چون بالاخره نامحرم، بردار اینا رو. گفت من میترسم. گاهی بعضی از افراد اینطوری هستن. میبینید که
یه هنری دارن اما تو یه جهت دیگه خیلی ضعیفه. یه کسی میبینید صدای خیلی خوبی داره اما حافظه ضعیفی داره. ناطق خوبی است اما معلوماتش کمه. مثلا انسان پرقدرتی است اما از نظر روحیه خیلی ضعیفه، جوان خیلی. حالا یه حال این گونه است. اگر این خصوصیات که عرض شد در حوزه دین ارزش است، در یک کسی تمام این خصوصیات جمع شد، او میشه یک انسان ایدئال کامل ارزشی. به نسبت ممکنه بعضی از این خصوصیات درشون باشه، علم نداشته باشن اما مجاهد خوبی هستن، مؤمن خوبی هستن، دانش زیادی ندارن، سابقه زیادی ندارن اما حالا که آمدن مسلمون شدن، واقعا مسلمون شدن، مؤمن خوبی شدن. مثل حر ابن یزید ریاحی، حر سابقه خوبی نداشت اما لاحقش خوب بود. زهیر سابقه خوبی نداشت اما لاحقش خوب بود. حالا که آمد واقعا. بعد نظائرش هست. این امور وقتی دست به دست یکدیگر میده و در یک کسی جمع میشود، قرآن اینها رو فضیلت میشمرد و اون انسان میشه یک انسان ارزشی. هر مقدار در او این خصوصیات اضافه شد، او کاملتره. حالا بیایم سراغ امیرالمومنین سلام الله علیه، ببینیم امیرالمومنین چه شخصیتی بوده. در ایمان اول کسی بوده که به رسول خدا ایمان آورد. تو این زمینه روایات عامه و خاصه صریح در این که اول من آمن من الرجال امیرالمومنین. کسی این مسئله رو نمیتونست انکار بکن. حالا بعدها آمدن چه برنامه هایی ریختن برای اینکه دیگران رو فضیلت براشون بتراشن، فضیلت رو درست بکنن. گفتن علی ابن ابی طالب اول بچه است، زید ابن حارثه اول غلامه، ابوبکر اول مرده. با اینطور بعضی همینطور که عرض کنم توضیح کردن، برای اینکه این فضیلت و منقبت رو از امیرالمؤمنین کمرنگ بکنن. ولا عفیف کندی میگوید من در عصر جاهلیت آمدم مکه برای خانوادم، چون مکه شهر تجاری بود، آمدم پارچه بخرم. با عباس ابن عبدالمطلب رفیق بودم، عباس هم خب کار تجاری میکرد. آمدیم با هم، آمدیم تو مسجد الحرام، دیدم یک شخصی آمد و یک زنی به دنبال او و یک نوجوانی هم با اوست. آمدن تو مسجد الحرام ایستادن، خم میشن، به سجده میرن. به عباس گفتم اینا کیا، اینا چی کار میکنن؟ گفت اون مرد پسر برادر منه، پسر عبدالله. اون یک نوجوانم پسر برادر من، پسر ابو طالبه. اون زنم همسر پسر برادرم خدیجه است. این پسر برادرم دینی آورده که فقط در این مکه طرفداران این دین همین دو نفرن، خدیجه همسرش و اون نوجوان علی ابن ابی طالب. فراوون از این روایات عام و خاصه نقل کرد. خود امیرالمومنین در یک فرمایش می‌فرماید انا اول الناس اسلاما یا سبقت الى الایمان، در یه تعبیر دیگری سبقت الى الایمان. پس در ایمان امیرالمومنین اول نفره. در علم
حدیث مشهور انا مدینه العلم و علی بابها رو شنیده اید. این حدیث رو خطیب بغدادی صاحب تاریخ بغداد نقل میکند، انا مدینه العلم و علی بابها، حاکم در مستدرک نقل کرده میگه سندش صحیحه. خطیب میگوید از یحیی بن معین که از علمای بزرگ جرح و تعدیل عام است سوال کردم از این حدیث، گفت این حدیث صحیحی است، این حدیث حدیث صحیحی است. مرحوم آقای امینی در القدیر اسناد حدیث انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد المدینه فلیأت الباب رو تو ذهنم هست، از 127 مصدر عامی نقل میکن، اینقدر گسترده نقل کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه باب مدینه علم پیغمبر، یعنی انسان باید وارد این شهر بشه باید از در امیرالمومنین وارد بشه. خصوصیت دیگر امیرالمومنین جهاده، جهاد امیرالمومنین خیلی میشه راجبش حرف زد، نه فرصت اجازه میده و نه وقت گرفته میشه، چون ما میخوایم بپردازیم به اصل مسئله. اما من یک روایت میخونم که این روایت هم در بخاری و هم در مسلم راجب جنگ خیبر، هم مسلم نقل کرده و هم بخاری. و اگر یک روایتی رو هم بخاری نقل کرده باشه هم مسلم، اصطلاحاً بهش میگن مما اتفق علیه الشیخان، و اون روایت از نظر عامه قطعی صدورش از پیغمبر. جالبه، حالا این روایت رو تو صحیح بخاری ببینید، پیغمبر خدا برای فتح قلعه خیبر روز اول علم رو داد به ابوبکر، رفت با یه عده از مسلمان ها، هم خودش ترسید هم مسلمان ها ترسیدن، برگشت، هیچ کاری از پیش نبود. روز دوم علم رو داد به عمر بن الخطاب، رفت. این رو با تو بخاری ملاحظه کنی، من از خودم اینا رو نمیگم. رفت هم خودش ترسید و هم مسلمان ها هزیمت کردن، برگشت. امیرالمومنین چشمش درد میکرد. روز سوم، شب سوم پیغمبر فرمود لأعطین، این روایت بخاریه، لأعطین رایت غدن رجلا یحبه الله و یحبه رسوله و یحب الله و رسوله کرار غیر فرار یفتح الله علی یدی. فردا علم رو به دست کسی خواهم داد که خدا دوستش داره، پیغمبر دوستش داره، او خدا رو دوست داره، او پیغمبر رو دوست داره، او دیگه فرار نیست، کراره، حمله میکنه و خیبر به دست او فتح میشه. ابن عباس میگه شب تا صبح همه گردنها به قول معروف کشیده شده بود، این آدم کیه؟ هیچ کس گمان نمیکرد، چون امیرالمومنین شدید چشم درد داشت. صبح پیغمبر فرمود این ابن عمی، گفتن هو ارمد العین، چشمش درد میکن. فرمود علیه به، بیاریدش. فتفل فی عینه، آب دهانشو مالید به چشمای امیرالمومنین، علم رو داد دست حضرت و رفت و خیبر رو فتح کرد. این تنها خیبر نیست، در احد همینطور، در بدر همینطور، در احزاب همینطور. حلبی نقل میکند پیغمبر خدا در جنگ احزاب فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلی. این جهاد امیرالمومنین، هیچ کسی تو جهاد با او برابری نمیکن. اون علم امیرالمومنین، اون ایمان امیرالمومنین، اینا چیزهایی است که قرآن اینها رو ارزش میدونه و همه اینها در علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جمع بود. حالا با این مقدمه ای که من عرض کردم،
انصاف رو، اینو بگذارید، این نسخه رو بنویسید بدید دست یک عاقل. خب چون ممکنه یک کسی بگه این آدم ایمانش خوب بوده اما جهادگر که نبوده که، سابقه دار که نبوده که، ایمانش خوب بوده، علم که نداشته که. همه این ویژگی ها در امیرالمومنین سلام الله علیه جمع بود. شما این نسخه رو بنویسید بر اساس این مصادری که عرض شد بدید به دست یک آدم منصف، آیا می تواند بپذیرد که غیر از علی بعد از رسول خدا باید عهده‌دار زعامت و خلافت باشه؟ هیچ عاقلی قبول نمی کنه. خب یه عده چی شد؟ چرا اینطور شد؟ یا بحثایی که مربوط به سقیفه است فرصت خودش رو می طلبه. علا ای حال امیرالمومنین رو کنار گذاشتن. حالا چی بود؟ عللش چی بود؟ یک علت داشت، عوامل متعددی داشت، اینا نیاز به بحث داره. بحثایی مربوط به سقیفه است که بایستی اونجا بحث. اجمالا این شخصیت یه شخصیتی بود عدیم و نظیر بعد از رسول خدا، جدای از این فضیلت‌ها و ارزش‌هایی که در وجود امیرالمؤمنین بود، تنسیس بر امیرالمؤمنین. این ابن کثیر حتما آقایون با اسمش آشنا هستن، صاحب کتاب البدایه و النهایه، تفسیرم داره، تفسیر ابن کثیر، معاصر با ابن تیمیه است این ابن کثیر و معاصر با ذهبیه. از نظر طرز تفکر و به اصطلاح همون طرز تفکر رو داره. یعنی شما تو این کتاب تاریخش یا تو تفسیرش اگر ملاحظه بفرمایید به روایات فضائل که میرسه اگر بتونه خدشه بکنه سندن خدشه میکنه و خراب میکنه. یه نکته ای رو من میخوام از ایشون عرض بکنم که ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه چه شخصیتی بوده. یه آقای اسم به نام عمرو بن شاس با سین شاس، میگوید پیغمبر سال آخر عمرش که سپاهی رو به یمن فرستاد به سرکردگی امیرالمومنین، من در اون سپاه بودم که امیرالمومنین از یمن آمد مکه، در حجۃ الوداع به پیغمبر در مکه ملحق شد. میگوید تو این سفر من از امیرالمومنین به خاطر بعضی از امور یه قدری ناراحت شدم، از امیرالمومنین، از علی بن ابی طالب ناراحت شد. به مدینه که برگشتیم بعد از سفر حج، من گاهی میشستم تو مجالس و از امیرالمومنین بدگویی میکردم، گله میکردم از حضرت، از حضرت گله میکردم. یکی از روزها، این مربوطه به روزهای اواخر عمر پیغمبر هست، چون بعد از حجۃ الوداع پیغمبر خدا 70 روز بیشتر زنده نبوده، یکی از روزها من وارد مسجد شدم، پیغمبر نشسته بود تو مسجد، اصحابم نشسته بودن، مسجد پر از جمعیت بود. رسول خدا معمولا به افراد نگاه نمی کرد، سر مبارک زیر بود، مگه کاری داشته باشه؟ من سلام کردم، اینا رو ابن کثیر تو البدایه نقل کرد، من سلام کردم، پیغمبر خدا سرشو برداشت، یک نگاهی به من کرد، جواب سلام من رو داد، بعد فرمود یا عمرو بن شاس والله لقد آذیتنی، به خدا منو اذیتم کردی. خیلی من تعجب کردم وسط جمعیت، گفتم یا رسول الله اعوذ بالله من ان اوذیک، من به خدا پناه میبرم شما رو اذیت بکنم. فرمود این حرفا چیه پشت سر علی ابن ابی طالب میزنی؟ من آزا علیان فقط آزانی، اذیت علی اذیت منه. شما یه همچین حدیثی رو راجع به دیگران پیدا بکنی؟ ابن کثیر این روایت رو نقل میکنه، ذیلش میگه این حدیث حدیث صحیحی است. جالب اینه چون روایت رو خدشه میکنه میگه حدیث حدیث صحیحی است. یه شخصیتی که اذیت او اذیت پیغمبر بوده،
عرض کردم ما این نسخه رو بنویسیم بدیم دست یک آدم منصف که گرایش ذهنی از قبل نداشته باشه، آیا شک میکنه در این که یه آدمی که نفس رسول خداست به آیه مباهله، به آیه تطهیر و دیگر آیات، آیا نوبت میرسه به این که دیگران بیان عرض اندام بکنن؟ اما به هر حال امیرالمومنین کنار گذاشتن. من مقدمه رو رها کنم بیام سراغ ذیل مقدمه. سه خلیفه 25 سال قدرت رو در دست گرفتن، با اون نسل 25 سال زمان کمی نیست، با مردم اون چه خواستن از نظر اخلاق، از نظر ایمان، از نظر عمل کردن. امیرالمومنین سلام الله علیه وارث یک خلافتی شد که مردم گرایش شدید به دنیا پیدا کرده بود، گرایش شدید. آخر شیخ شقیه رو بخونید، حضرت می‌فرماید و قام معه بنو ابی سومی، قام معه بنو ابی یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت الربی. شطور در زمستان علف نمیبینه، اول بهار علف رو که میبینه از حرص نمیدونه چطور بخوره علف رو. میفرماد سومی وقتی سر کار آمد، خودش و دار و دستش بنی امیه اموال خدا رو همینطور میخوردن و میبردن. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه وارث یک چنین خلافتی است. چی شد که یک مرتبه امیرالمومنین هجوم آوردن مردم به سمتش برای بیعت؟ چون یک عنصر دیگری که بتونه کارساز باشه و بتونه جمع بکنه این وضعیت رو واقعش پیدا نکرده. طلحه و زبیر که خودشون متهم بودن به قتل عثمان، خودشون متهم بودن، دیگران هم محلی از اعراب نداشتن. فما رانی الا و الناس که عرف الضبع ینثالون الی من کل جانب حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفای، مثل موهای گردن ضبع کفتار هجوم آوردن، به طوری که بچه های من زیر دست و پا نزدیک بود برن، از بین برون، عبای منو پاره کردن. اونها دست من رو کشیدن، من دستم رو جمع کردم، به زور به اجبار تهدید کردن امیرالمومنین رو که خلافت رو بایستی قبول کن. خب حضرت خلافت رو قبول کرد. آخر شیخ شقیه می فرماید که من علت این که خلافت رو قبول کردم این بود، فلولا حضور الحاضر و وجود الحجت به وجود ناصر لالقیت حبلها على قاربها ولسقیت آخرها به کأس اولها. اگر اون پیمانی که خدا گرفته که شما باید به هر حال به مسئولیتتون عمل بکنید، باید مسئولیت پذیر باشید، من نمیپذیرفتم، اما دیدم حالا که آمدند گفتم میپذیرم. یک نکته ای رو من عرض کنم، عرضم رو تمام بکنم، بقیه وقت اگر باشه من میگذارم برای آقایون اگر سوالی دارن پاسخگو باشم. این نکته نکته جالبیه، من خواهش کنم توجه بفرمایید. یک کتابی داره ابن عسیر به نام اسطلقابه، اسطلقابه فی معرفت صحابه، در جلد سوم چاپای مختلفی خورده، تو ایران چاپ شده 5 جلدی، توی بیروت چاپ شده 8 جلدی، علی حال ترجمه امیرالمومنین تو جلد سومش هست تو برخی از چاپ‌ها. اونجا میرسه میگوید و اما خلافته. من نمیدونم این حدیث رو ابن عسیر از نیش قلمش در رفته این حدیث رو نوشته، ولی نبایست می نوشت. خیلی عجیبه. میگوید که
اما خلافته، اما خلافت علی ابن ابی طالب. پیامبر به علی گفت یا علی مبادا تو به سراغ مردم بروی، مثل الامام مثل الکعبه، تو تا ولا تأتی. امام مثل کعبه میماند، مردم به سراغ کعبه میروند، نه کعبه به سراغ مردم بیاد. یعنی تو امامی. این که ما شیعه میگوییم چی؟ میگوییم امیرالمومنین چی بود؟ آقا مأمور به صبر بود. این حدیث مثل ابن عسیر تو اسطلقابه تو بحث خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه مطرح کرد که اگر مردم به سراغ تو آمدن بپذیر، مثل الامام مثل الکعبه، تو اتا ولا تأتی. لذا امیرالمومنین بر این اساس خلافت رو پذیرفت. یه عده بیعت کردن، یه عده بیعت نکردن، مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابن ابی وقاص، مثل محمد ابن مسلمه، مسلمه انصاری، اینا بیعت نکردن. حضرت هم اونا رو اجبارشون نکرد، کارشون نداشت باشه. مثل دیگران نبود که وقتی سعد ابن عباده بیعت نکرد گفت یا اینجا بیعت کن یا از این شهر برو بیرون. گفت میرم بیرون. رفت شام، بعد فرستاد ترورش کردن و گفتن جنیا کشتنش. سعد ابن عباده مرزان ترورش کردن، بعد اون گفتن سعد ابن عباده قتیل الجنه. نه، امیرالمومنین فرمود هیچ اجباری نیست، میخوان بیعت کنن میخوان بیعت نکنن. این آغاز خلافت امیرالمومنین و این ماجرای بیعت. بقیه بحث رو میگذاریم برای فردا انشاءالله. در این ساعت خدمت آقایون هستیم، اگر سؤالی هست به خواهرها من در خدمتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.